ما و شما هر روز در شبکه‌های اجتماعی عکسون نواری تیفلکون دوستروی را می‌بینیم که از درد اذیت می‌کشند و اطرافیان هم در معالجه آنها دستی کوتاه دارند. اکثر این کودکان رنجور هنوز از بطن مادر با نقص یا بیماری به دنیا آمدند. بیماری که به گفته پزشکان ممکن بود نباشد و امکان داشت کودک سالم تولد شود. اگر دوره حامله‌داری مادر خوب می‌گذشت و به صحت طفل آینده توجه جدی ظاهر میشد. امی تو خشتومن خسترش یا شوهرش نباشه به دکتر مراجعه نمیکنه. نمی پوش نمی کار نمیکنه نمی نوکی پو نم خیلی میمونه زمین ده. درود به بیننده عزیزی سلام خواهر. امیدوارم تعطیل های نوروزی خوب میگذرد و سال نوی خورشیدی را خوب و خوش و با تنی صحت استقبال دارد. حالا که فرصت بیشتر دارد راحت نشینید و یک جا در رابطه با یک موضوعی برای هر زن، مادر و همچنین پدران مهم صحبت کنیم. مخصوصا اونهایی که این روزها در آرزو و یا انتظار طفل هستند حتما باید این برنامه را ببینند تا بدانند که سه ماهه طلایی در دوره حامله‌داری کدام است و برای به دنیا آوردن یک طفل سالم و تندرست باهوش و ذکی چی باید کرد. این بار ما از یک نه چند پزشک پاسخ و مشورت پرسیده‌ایم. موضوع مهم است زیرا هیچ کس نمیخواهد فرزند بیمار و ناقص به دنیا آورد، ولی رقم ها به ما چیزی دیگر میگویند. برای نمونه سال 2022 در تاجیکستان بیش از 11000 کودک نورسید و دنیا آمده است، یعنی پیش از مهلت بیش از 1000 تای آنها وزن خیلی کم داشته فوتیدند. به حساب دیگر در یک سال قریب 5% نوزادان نورسید تولد شدند. ده ها کودک دیگر هر سال در کشور با بیماری های مثل رخیت، فشار، نشانه های فلجی این یا آن عضو بدن تولد می شوند. چرا؟ پزشکان از چندین عامل نام می برند. از جمله ازدواج خویش و تباری، نارسایی غذای درست، ناآمادگی جسم زن به حامله‌داری، کار وزنین و فشارهای روانی هنگام بارداری و چندین سبب دیگر که در ادامه برنامه پزشکان شرح خواهند داد. حالا می رویم به شهری کولو به سراغ یک زنی که با طفل نوزادش به یک درد نامعلوم دست به گریبان است. طفل که در بطن مادر درست انکشاف نیافته بود پیش از مهلت به دنیا آمده است. ابو می برن می برنش دیگه او چش نمیکنن دیگر وزن دختر کلون شده. سیرنبی 6 ساله تلاش میکند که با تکیه به دستان مادر به پا راست شود. وقتی میبیند که کودکان دیگر راه میروند، مادرش را مجبور میکند تا برای مستقلانه راه گشتن او برایش مدد کنند. کاری که بیرون از توان مادر است. نمیگردم، دستوشی نکنم، خیلی کار میکنم، خیلی کم کم شوخی داره، کم کم شوخی، نمیپوش، کار نمیکنم، نوکی پر، خیلی میمونه زمین ده. خیلی سنبق نمیمونه، اینم تیوزی نچقچمونه مگر، اینم تنو نم خیلی میمونه اینم. اینم قم میمونه. سیرنبی فرزند دوم این زن پیش از مهلت و با وزن کم به دنیا آمده است. گلناره توسط جراحی او را تولد کرد و کودک یک روز اولی عمرش زیر دستگاه نفسدهی سونئی بود. چی بده؟ هم خیلی خودش انکشاف میگه نیفته یا بعد همی کوری وزمین کردم هم خیلی تولد چیدم، خیلی کسل شدم، رفتم گرفتنش. نمی مرکه دوشم نمی خیلی نمی خیلی لیسی سمی بروی میفروی میبروی میفروی نمی زورم اما چه خیلی که بعد خچم نیم و سوز نبوده یا مشکم ده. گلناره ساکن شهر کلوب است. در ماه آخری حامله بودنش فهمید که طفل بطنش درست انکشاف نیافته است. یک بار از تشخیص گذشته و میگوید آن وقت پزشکان برایش چیزی نگفته بودند. نمی ابو رفتم تموم. هم یکون کل دورو هم برای سلامتی نخدم گم گردم در میکرد. رفتم دیگه برای این نرفتم. اکی ایچ که سالیم بود، اکی ایچ خواهی که کوری پروردگوه خیچه یا دیگه نمیدونستم که بولن که من سالیم هی. مادر تشخیص درستی بیماری فرزندش را نمیداند. پزشکان گفتند بیماری او به عصب وابسته است. سیرنبی درست گپ نمیزند اما با حرکت های خود به مادرش که پیوسته برای او عشق میریزد محبتش را بیان میکند. او را به آغوش میگیرد و میبوسد. چند سال باز والدان تلاش دارند او را معالجه کنند اما تنگ دستی امکان نمیدهد که تبابت را پوره بگیرند.
بیماریشان همی فقط توبت، نمی مساج سویته، نمی لیچینی میگیری میگه ساز میشه ولی خیلی که لیچینی و یو در آوزای میگه من خیلی مثلا یک چشنمی رسم، دو چشنمی رسم دیگرشتا زورم نمی رسم، دیگر لیچینیوش قیمتی بده 700، 800، نه 1000 سوم بگیم لیچینیوش میشه و دیگر زورم نمی رسم. با پا راست ماندنی سیرنبی حالا آرزوی یگانه مادری اوست، آرزویی که نبودن شرایط اجرای آن را سخت و تا حد ناممکن کرده است. در یک پژوهشی که سالی روان نشر شده است خواندم که در تاجیکستان بیش از 2 میلیون زنی سینی نسل‌آور به سر می‌برند، یعنی 27% در سینی هستند که طفل به دنیا می‌آورند. هر زن و مرد آرزوی تولد طفلی سالم و کامل را دارند، اما برای این چی تلاش میکنند و چی را باید بدانند؟ حدیث ذوالقدر مامودویا یا طبیب زنانه از ایران است و حالا در تاجیکستان زندگی دارد. در صفحه اینستاگرامش معلومات های گوناگون اید به سیاتی زنان و مردان را نشر میکند. یکی از نوارهایی که اخیراً نشر کرد در موضوع تولد پیش از مهلت کودکان و تاثیر غذای مادر به طفل باطن بود. فریده قربانیان طبیب زنانه و یا اکوشر گینکولوگ مرکزی طبی نسل است. زنانی حامله یا آنهایی را معالجه میکند که آرزوی کودک کردن را دارند. از این طبیبان اول در برای سبب های اصلی نورسید به دنیا آمدن کودکان را پرسیدیم. ما اگه بخوایم از نظر پزشکی به این سوال جواب بدیم، اول باید ببینیم که نوزاد رسیده یعنی یک بارداری کامل چند هفته طول میکشه. بارداری بین 38 تا 42 هفته رو ما میگیم نوزادی که رسیده به دنیا آمده. اگر نوزاد زیر 37 هفته به دنیا بیاد میشه زایمان زودرس. اگر بین 34 تا 36 هفته به دنیا بیاد و وزنش زیر 2500 گرم باشه، ما به اون میگیم که زایمان زودرس بوده و نوزاد نارس هست. یه سری عوامل باعث میشه که نوزاد نارس به دنیا بیاد، یعنی یه سری پرابلمایی که مادر داره، مثل این که مادر قبل از بارداری وزن بالا داشته باشه، تغذیه نامناسب داشته باشه، فشار خون بارداری داشته باشه، فشار خون قبل از بارداری داشته باشه، کسلی قند داشته باشه. اینا عواملیه که میتونه تاثیرگذار این باشه که وقتی مادر باردار شد دچار زایمان زودرس بشه. یه سری پرابلما هم هستش که اونم مزید علت میشه، مثلا مادر شاغله، بیش از حد سرپا وای میسته، یعنی مثلا 7 ساعت 8 ساعت در طی روز سرپا وای میسته، کارهای سنگین انجام میده. اینها هم میتونه مزید علت بشه که نوزاد نارس به دنیا بیاد. یکی از سببهای نارسی تولد شدن کودک یا اینکه پیش از مهلت تولد کردن زنان، این بیماری های میگوشد که با زن ها یعنی که در وجود زن وابسته است و به حامله داری بسیار جنینه نیز میتواند سبب پیش از مهلت تولد کردن زن باشد. بر وقت به حامله داری واخوردن، یعنی که دخترانی که سینشان حالا خورد است و به شوهر میبرایند بر وقت تر حامله دار میشوند، در این حالت هم پیش از مهلت امکانیت از تولد کنند. بسیار حالت های هست که با سبب التهاب عضوهای جنسی زنانه میتوانند پیش از مهلت تولد کنند. در بعضی حالت ها هست حالت هایی که نامناسبتی گروه خون یا اینکه ریزوس میگویند، در این حالت هم میتوانند زنها پیش از مهلت تولد کنند. سوال دیگر این بود که در دوره آبستن یا بارداری از نظری طبی برای زنان مهمتر از همه چی است؟ باید چی کارهایی را انجام دهند تا طفل سالم به دنیا آید؟ دوره بارداری به 3 قسمت تقسیم میشه، یعنی ما اونو 3 تا 3 ماه میکنیم. عموما همه دیگه میدونن بارداری 9 ماهه، ما میگیم 3 ماهه اول، 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم. مهمترین، تاکید میکنم، مهمترین قسمت بارداری 3 ماهه اوله، یعنی 0 تا 12 هفتگی، به خاطر اینکه بدن جنین شروع میکنه به تشکیل شدن. رشد جنین سریع و غیر قابل باوره. تمام اثرات محیطی، تغذیه مادر، داروهایی که استفاده میکنه، شرایط روحی
تأثیر بسیار شدیدی روی جنین میذاره. به خاطر اون ما میگیم که 3 ماهه طلایی برای یک بارداری سالم و موفق و به دنیا آمدن یه نوزاد سالم تو 3 ماهه اوله. توی 3 ماهه اول گفتم بدن جنین داره تشکیل میشه، خیلی مسئله مهمیه. ما تو این 3 ماهه 2 تا عضوی مهم است که خانوما باید انجام بدن که خوشبختانه خانوما در تاجیکستان هم من دیدم انجام میدن. یه عضوی در 8 هفتگی هست برای دیدن ضربان قلب جنین و ساک حاملگی داخل مدکس. یه دونه عضوی مهم هم که هست ما انجام میدیم برای غربالگری زخامت پشت گردن جنین هست به عنوان غربالگری انتی بین 12 تا 13، یعنی نزدیک 3 ماهه اول و 3 ماهه دومه. توی 3 ماهه دوم ما میتونیم بگیم که بین 13 تا 28 هفتگی اونجا دیگه بدن جنین کامل شده، فقط داره رشد میکنه، افزایش حجم میده و یه جورایی داره بزرگتر میشه داخل مدکه مادرش. تو این 3 ماهه دوم جنسیت جنین مشخص میشه. خدمت شما عرض کنم که 3 ماهه پایانی هم که 3 ماهه سومه، اونجا تغییرات بیشتر در بدن مادر رخ میده. مادر یه سری علائمی از خودش نشون میده، سوزش سر دل میگیره چون مدکه شروع میکنه به بزرگ شدن. ولی باز من توی پایان این سوال میگم که مهمترین 3 ماهه در 9 ماه بارداری 3 ماهه اول هست که میشه گفتش که اکثرا من دیدم خانوما در تاجیکستان اینو دیر متوجه میشن، یعنی 8 هفته 9 هفته بعد از بارداری میفهمه بارداره، شاید هر دارویی رو خورده، شاید خیلی از غذاها رو خورده که پرابلم بوده برای نوزاد ضرر داشته، شاید رفته عکس رنگی انداخته. اینا چیزایی که خطرناکه. به خاطر اون خیلی مهمه که خانوم‌ها حواسشون باشه که زود متوجه بارداریشون بشن. بهداشت غذای سالم برای زنی حامله دار به نهایت مهم است و بسیار پروگرامه هایی هست مخصوص برای نگاه داشتن پیرامید غذای سالم. زنی حامله دار نه تنها برای ارگانیسم خود بلکه برای ارگانیسم دو شخص، یعنی هم خود و هم طفل در بطن بوده خود، باید کار انجام بدهد. بنابر همین مهم است که ویتامین ها رو سری وقت استفاده کنند و خوراک و غذایی که آنها استفاده میکنند باید گوناگون باشد، یعنی که روز ماهی استفاده کنند، روز گوشت گاو استفاده کنند و روز دیگر مثلا گوشت مرغ استفاده کنند. باید هر گونه غذاها در غذای آنها حتمی است. از طبیبان زنان پرسیدیم که غذا و شیوه زندگی مادر برای طفل بطن او چی اهمیت دارد؟ در دوام 280 روزه که طفل جنین از یک حجره، ببینید مرا، از یک حجره به یک جسمی 3.5 کیلوه برابر می شود، شما تصور میکنید در 280 روز همین جسمی یک حجره بودگی به 3.5 کیلوه است، یعنی میلیاردها حجره می شود، روش میکنه بسیار با سرعتی بلند برای مسئله ساختمانی در کره، یعنی همین سفیده، همین چرب، همین مینرال ها، همین ویتامین ها، اوگلوات ها، همه این مواد های ساختمانی انسان هستن. بینو برامین از آن چیزی که زن استعمال میکنه بسیار مهم است که کودک با وزن ضروری نرم تولد می شود یا که کودک لاغر تولد می شود یا کودک با مشکلات های مثال علت های سیستم عصبش و رگ و دل و پیوند هاش و پوستش و مثال عضو های هاضمه و جگر و عضو اساسی بگیریم گرده و دیگر. ما توی 3 ماهه اول باید زود متوجه بارداری بشیم به خاطر اینکه بعضی از غذاها همونطور که اثر 100% مثبت دارن، بعضی از مواد غذایی خطرناکه، یعنی اصطلاح علمی انگلیسیش اینه که ریس فاکتوره، باید مادر باردار بدونه که از اون استفاده نکنه و با اونا ما میگیم ممنوعیات غذایی. بیشترین ممنوعیات غذایی ما توی 3 ماهه اول بارداری داریم. گفتم اگر یه خانم متوجه بشه که زودترک باردار شده یه سری چیزها رو نباید استفاده کنه، مثلا چی؟ گوشت مرغ، گوشت گاو، گوشت نمیدونم گوساله، اینها رو به صورت نیم پز و خام نباید استفاده کنه.
باید کامل حداقل به مدت قریب 5-6 ساعت بذاره بپزه بعد استفاده کنه. ولی در کل به هر حال ما اینجا میبینیم خانم ها مثلا مصرف گوشتشون رو دوام میدن، مصرف میوه، سبزیجات، نمیدونم چکه استفاده میکنن، شیر استفاده میکنن، اینا همش خوبه. ولی افراد در بعضی چیزا اصلا خوب نیست که اینو ما توصیه میکنیم که خانم ها حتما رعایت کنن. یونیسف یا بنیادی کودکی سازمان ملل متحد در بخش با نام پیام به پدری آینده برای مردان توصیه های را نشر کرده با آنها طرز رفتار و مناسبت با همسرانشان را در دوره حامله‌داری فهمانده است. در توصیه نامه تاکید شده است که وضع روحی و جسمی طفل آینده و همسران از مردان وابسته است. توصیه ها چنینند: به همسرتون دلسوزی ظاهر نمایید. بعضن تنها با گوش کردن همسری حامله شما با او کمک میکنید. زن از دیگرگون شوی ظاهری خود در این دوره شاید ناراحت میشود. او را تعریف و توصیف کنید. اما زنان زیاده در دهات تاجیکستان در دوره حامله داری دور از شوهران خود هستند. بعدی باردار شدن همسران مردان راه مهاجرت را پیش میگیرند. از پزشکان پرسیدیم که حضور شوهران در دوره حامله داری تا کجا مهم است؟ برای مستحکم بودن اویله من فکر میکنم، شخصا خودم فکر دارم که بودن پدر مادر برای فرزند به نهایت مهم است و اون چیزی که در تاجیکستان جمهوری تاجیکستان مشاهده میشود که بسیار مردها برای مهاجرت می روند و زنهایی که تنها می مونند و دوره حامله داری اشان را تنها می گذرانند، من فکر می کنم بسیار یک مشکلی روحی برای زنها می آورد و زنهایی که در دوره حامله داری باید نزد دکتر سری وقت مراجعه کند، در نظارت باید باشد، متاسفانه با سبب نبودن شوهرشان مراجعه کردن نمی توانند یا اینکه با سبب آن که در راه های دور هستند امکانیتی در علاقه برآمدن نیست، بنابر همین سری وقت حضور نمی آورند و ما فکر میکنیم که این نادرست است. برای اون که فرزند سالم به دنیا بیارن و جامعه آینده ما سالم باشد، باید اویله مستحکم باشد، یعنی که بودن پدر و مادر به نهایت مهم است. چون نوزاد با بدن مادر یه جوری در ارتباطه به واسطه جفت. وقتی مادر باردار درگیر استرس میشه، هورمون کورتیزول در بدنش ترشح میشه. هورمون کورتیزول سریعا به نوزاد منتقل میشه و این استرس به نوزاد هم منتقل میشه و اون خودش عامل ایجاد به دنیا آمدن نوزاد نارس هست. توی این شرایط خیلی مهمه که مرد اینجا نقش مهمی داره، رول مهمی داره، بتونه این استرس رو از خانومش بگیره. یعنی وای نسته که مثلا همسرش دچار یه پرابلم بشه بعد بیاد اونو کمک کنه. خانوم ها به خاطر تغییرات هورمونی که دارن به هر حال تغییرات خلق و خو درشون ایجاد میشه. آقایون اگه که راه دورم باشن میتونن با تماس‌های تلفنی، تماس‌های تصویری از خانومشون بپرسن وضعیتشون، اوزی رفتی، امروز چیکار کردی، ویزیت دکتر، اگر آقایی که دور از همسرشه، وگرنه اگه کنار همسرش هست میتونه تو مراقبت‌های پزشکی در کنار همسرش باشه. این نقشیه که آقا میتونه بازی کنه که از استرس خانم تو بارداری کم کنه، چون اگر استرس خانم در بارداری دوام داشته باشه منجر به افزایش فشار خون میشه، دیابت باعث دیابت مادر میشه و گفتم سخت و آمار سخت و بالا میبره و در آخر منجر میشه که نوزاد نارس به دنیا بیاد و همین استرس منجر میشه که بعدها توی یادگیری نوزاد، تو تغییرات خلق و خوی نوزاد، اینکه نوزاد بیش فعال بشه، روی اینا هم تاثیر بذاره. یعنی ما باید دانسته اینا رو بدونیم و از احتمال ایجاد اینها کم کنیم. این توصیه‌ای که من به هم خانوما دارم هم به آقایون. خانوما استرسشون رو کم کنن، میتونن پیاده روی کنن، میتونن افکارشون رو روی کاغذ بنویسن. گفتگو برای خانوما بسیار کمک کننده است. میتونن با همسرشون گپ بزنن. همیشه زنان تاجیک شوهرای خودشان یک قنات اساسی خودشان نیست میکنن. بنابراین همین وقتی که قناتی تو برای پرواز در بر نیست، طبیعی است که این تاثیر رسان است.
نه وابسته از اونی که برادرش هسته، خشتومنش هسته، مادرش هسته، پدرش هسته، دیگر نفرانی هستن که با او کمک میرسونن، اما همه بدن شوهر خودش یک قوت جان است. سلامتی زنان قبل از بارداری به حامله‌داری و طفل چی تأثیر خواهد کرد؟ یعنی زن از نگاه صحتی باید چی آمادگی ها ببیند؟ پیش از حامله‌دار شدن برای آماده ساختن زنهای حامله‌دار ما فول و کیسلاته ترشی فلات یعنی تعیین میکنیم. 3 ماه پیش از حامله‌دار شدن آماده ساختن در کار وجود زن رو و اساس به خاطر چی میکنن این کار رو، این علاقه استاندارد است به خاطر اون که طفلی که در بطن مادر می شود از نقصان های مادرزادی پیشگیری کرده شود. متاسفانه ما می بینیم مثلا خیلی ها پرابلماش رو در نظر نمی گیرن و همینجوری میگن کودک داشتیم. این خیلی خطای بزرگیه، چون باعث احتمال به هر حال ایجاد سخت، خاطرات تلخ تو ذهن مادر و پدر میشه و در دوام اون شاید اصلا کودک مرده به دنیا بیاد. خیلی پرابلم احتمال داره ایجاد بیاد، حالا که ما اصلا نمیخوایم اونا رو توضیح بدیم. ولی در کل من اینجا توی پایان صحبتامون به خانمای عزیز تاجیکستان یا هر کسی که داریم برنامه رو میبینه توصیه میکنم که حتما قبل از بارداری برن پیش دکترشون، یه سری آزمایشاتو بدن، آزمایشات آنالیز خون بسپارن، اگر عفونتی دارن عفونتشون رو برطرف کنن، اگه پرابلم دارن توی دندوناشون حتما برطرف کنن، اگر عفونت زنان دارن حتما اینا رو برطرف کنن. چرا؟ چون یک سری از داروها ممنوع تجویزش در بارداری و اگر اون پرابلم اون عفونت برطرف نشه و خانوم با اون عفونت باردار بشه، اون ریسک بارداری پرخطر رو بالا میبره. و این مسئله خیلی مهم که من حتما به خانم‌ها توصیه میکنم انجام بدن، حتما تیرویدشون رو چک کنن ببینن آیا تیرویدشون پرکاره یا کمکاره، چون پرابلم کمکاری و پرکاری تیروید رو ضریب هوشی بچه، روی یادگیری بچه بعد از به دنیا اومدن تاثیر میذاره. اگه مثلا ما ببینیم یه کودکی قریب 100% همه چی رو میفهمه، شاید اون کودک به خاطر کمکاری مادر پدرش شاید 95% یه چیزی رو میفهمه، 90% یه چیزی رو میفهمه به خاطر یک کمکاری و سهل‌انگاری. امروز ها هزارها نمودی ویروس و میکروب و دیگر و دیگر در ارگانیسم ما تاثیر میرسونه، بنابراین زنهای خود رو از این سرعت ها باید امینگاه بداریم. دویم غذای سالم تامینش کنیم، رژه زندگیش دیگر کنیم. وقتی که ما حامله دار میکنیم زنه باید رژیم مخصوصی زنی حامله داره ما باید نویشت کنیم. طبق قاعده فاصله بین تولد چقدر باید باشد و تا کجا این رعایت می شود؟ فاصله بین تولد فرزندان برای زن از 3 تا 5 سال است و زنهای تاجیک این فاصله را نه در همه حالات استفاده میکنند. اساس زنهایی که با کار مشغول هستند، یعنی که کار دولت دارند، در بسیار حالات ها همین شخصان رعایت میکنند، چون که هم کار مهم است برای آنها هم آیله مهم است. اما در زنهایی که بیشتر در خانه میشینند و با کار و باری خانه مشغول هستند، در بسیار حالات آنها رعایت نمیکنند. بعد از یک سال یا یک نیم سال علاقه فرزند دیگر رو به دنیا میارند، این برای سلامتی زن منفیتی خوب نمی آورد، چون که وجود زن حامله دار چخلی که ما واقعی قید کردیم در دوره حامله داری همه میکرالیمنت ها و ویتامین هایی که در ارگانیزم او باید حل شوند با کودک یعنی طفل آینده او هم می رسد و ارگانیزم زن حامله دار بعد از تولد کردن باید برقرار شود. بنابراین فاصله را از 3 سال گفتند و در این مهلت اگر زن باز هم حامله دار شود، علاقه وجود زن با بسیار کمبودی ها و می خورد، یعنی که مشکلی ها با نارسایی ویتامین ها و دیگر بیماری ها آورده می رسانند. آمانند چه خیلی که ما قید میکنیم نورسوگی بیترین به ریختن موی ها، شکستن ناخن ها، مشکلی ها با دندان ها،
و دیگر عضوهای اساسی هم، یعنی که چی مشکلی که در وجود زن حاملدار میبینن با سبب نارسایی ویتامین ها میتواند حالت او را بدتر سازد و در آینده سلامتی خود را زن تستر از دست میدهد. پزشکان به تاکید میگویند مادران باید آگاهانه و با آمادگی جدی حاملدار شوند تا مرحله های سه ماهه تیلوری را برای صحت نوزاد بطن خود از دست ندهند. در این صورت به قبلی آنها امکان دارد زن کودک جسمان و روحان سالم و باهوش و دارای ذهنی تیز را تولد کند. امیدواریم مشورت و توصیه های پزشکان برایتان مفید بودند و آنها را در یاد خواهید داشت و به دوگانه های خود هم میفرستید. با امید آنکه طفلی هیچ زنی در روی جهان نوسالم به دنیا نآید و هیچ کس درد فرزند را نبیند، با شما اینجا خیر و خوش میکنیم. تشکر از یک و یکتان که برنامه را میبینید، شرح و نظر مینویسید. اگر کسی از شما زنی را با سرنوشت عجیب و غیریادی یا کارنمایی های میدانید یا میخواهید کدام موضوعی را در برنامه مطرح کنیم، حتما نویسید. خدا نگهدار.